بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون تفسیر آیات احکام فرقه، سمستر ششم. عنوان درس امروزی ما هست طاعت الوالدین او بر الوالدین. البته در جلسه گذشته در رابطه با اباحة الاکل من بیوت الاقربا خوانده بود. برای ما جایز است که از خانه اقربا و خویشاوندان درجه اول خود چیز تناول کنیم. البته در صورتی که با ما یک اجازه ضمنی داده باشد. اگر صراحتا گفت که اجازه نداری از خانه ایمه چیز بخوری، اینجا روا نیست. آیات کریمه آیه 61 سوره نور توضیح داده شد. بر علاوه از آیات احکامی هم داشتیم. از جمله مراد بالاکل من البیوت چی است؟ آیا وکیل می تواند از مال موکل خود چیز بخورد؟ آیا از خانه دوست هم بدون اذنش چیز خورده می توانیم؟ حکم شرکت در طعام چیست؟ 3-4 نفر با هم در یک غذای اشتراک می کنند و غذا را با هم می خورند. آیا حکم پنجم، آیا اگر کسی از خانه محارم خود، از خانه برادر، خواهر، کاکای دزدی کرد، دستش قطع می شود؟ و بالاخره آیا این آیه کریمه با آیت استئذان منسوخ شده است؟ و خلاصه آیات کریمه جلسه قبلی برشون. در این جلسه صفحه 361 کتاب شما طاعت الوالدین او بر الوالدین. اطاعت از پدر و مادر، والدون والدان تصنیه است. و چون اینجا مضاف الیه شده و هر مضاف الیه مجرور می باشد، طاعت الوالدین. آیات کریمه 12-15 سوره لقمان. ولقد آتینا لقمان الحکمت، و قطعا ما برای لقمان حکمت دادیم. مشهور است که لقمان پیامبر نبوده است. چون اگر خواسته باشیم کسی را بگیم پیامبر بوده، دلیل خیلی قطعی و دلیل قوی میخواهد. تو نیازی نیست که هر کسی را ما پیامبر خواسته باشیم ثابت کنیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه، و قطعا ما برای لقمان حکمت دادیم. فرزانه بودن، انسان حکیم بوده است، انسان دانشمند بوده، جملات حکیمانه بر زبان می آورد. انشکر لله، و به او فرمان دادیم که برای الله سپاس بگذار، سپاسگزاری پروردگار را بکن. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، و هر کس که سپاسگزاری کند قطعا برای نفس خود سپاسگزاری می کند، برای خود. و من کفر فان الله غنی حمید، و اگر کسی کفران ورزد، کفران ورزید، همان الله بی نیاز ستوده است. اگر کسی الله را، شکر الله را بر جای آورد، خوب برای خود نیکی کرده، خوبی کرده، پاداش خود را دریافت میکرد. و اگر کسی ناسپاسی کرد، الله به سپاس گفتن او و به شکر او و به حمد او هیچ نیاز ندارد. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، و آنگاه که لقمان در حالی که فرزندش را وعظ و نصیحت میکرد برای فرزندش گفت، آنگاه که لقمان گفت برای فرزندش و هو یعظه، در حالی که او را وعظ و نصیحت می‌کرد، یا بنیه لا تشرک بالله، ای پسرک، ای فرزنده، و الله شریک نیافت. ان الشرک لظلم عظیم، قطعا همان شرک یک ظلم بس بزرگ است، ستم بس بزرگ است. در آیات زیادی آمده که الله متعال شرک را نمی آموزد.
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله شرک را نمی آموزد، پایین تر از آن را برای هر کس که خواست می آموزد. شرک بدون توبه آموزیده نمی شود. این شرک لظلم عظیم، همان شرک ظلم بس بزرگ. در روایت هم داریم که رسول گرامی اسلام وقتی که صحابه پریشان شدند همین آیت بانها خواند. آیت نازل شده بود که بر نفسهای خود اگر کسی ظلم کند مورد گرفت قرار بود. صحابه گفتند کدام یک از ما بر نفس خود ظلم نکرده ای پیامبر است؟ صحابه خیال کردند که منظور از ظلم در آنجا همین گناهان معمولی است که ما انجام دادیم. پیامبر فرمودند نه، منظور از ظلم شرک است، چنان که عبد صالح به فرزند خود گفت ان الشرك لظلم عظیم. ووصینا الانسان بوالدیه، و ما انسان را وصیت کردیم، سفارش کردیم به نیکویی برای پدر و مادرش، خصوصا مادر که حملت و امه وهنا علی وهن، مادر او را ضعف بر ضعف، سستی بر سستی حمل کرده است. یکی از که زن خودش سست بوده و ضعیف بوده است و دیگر این که حمله هم داشته، دیگر ضعف بر ضعف شده است. و فصاله فی عامین، و جدایی او از شیر در 2 سال است. همین طفل بعد از این که ولادت میشه 2 سال بعد از شیر جدا میشه. تا همین 2 سالگی هم به مادر خود خیلی ضرر و زیان های زیاده میرسد. انشکر لی والی والدیک، و به انسان وصیت کردیم، سفارش کردیم که سپاس مرا به جا بیاور، برای من سپاس گذاری کن و برای پدر و مادر. الی المسیر، بازگشت به سوی من می باشد. بازگشت همه، بازگشت پدر و مادر، بازگشت خود ما، بازگشت فرزندان ما، همه به سوی الله. حالا یک عده خیلی دلشان به همین دنیا گرم هست و علی کل حال این دنیا را جاودانه میپندارن، اینطور فکر میکنن که میلیون ها سال زنده است. نه، بازگشت به سوی الله است. حالا 10 سال جلوتر یا دنبالتر که در عمر دنیا وقت نگاه کنیم، این 10 سال مثل یک لحظه بیش نیست. و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بیه علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادر تلاش کردن، با تو مجاهده کردن، جد و جهد کردن که به ما شریک بیاوری آنچه را که علم نداری، از پدر و مادر اطاعت نکن. حالا یک کس از پدر و مادرش مشرک است. پدر و مادر مشرک کوشش میکنن که فرزند خود را مشرک به باد بیاورد، او را مثل خود قبوری به باد بیاورد. اگر تلاش کردند که آنچه را که علم نداری، حالا همین کسانی که به الله شریک می آوردند در زمان گذشته یا اکنون شریک می آورند، آیا علم قطعی و یقینی دارند که اینها شریکان الله هستند؟ نه، هرگز ندارند. مشرکان مکه چی ثبوت و چی دلیل داشتند که لات و منات و عزا و هبل شریکان پروردگار هستند؟ مشرکان زمان ما چی ثبوت دارند که معبودان دروغین اینها شریکان الله هستند؟ و این جاهدا که علی ان تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما. در موضوع عقیدوی، در خلاف عقیدوی از پدر و مادر هم اطاعت نکن. آها، و صاحب ما فی دنیا معروف، در دنیا با اینها، با پدر و مادرت به نحو شایسته مصاحبت کن، به نحو شایسته. یعنی اونها ضرر و زیان نرسن، ولی اینکه مشرک باشه احترامشان رو داشته باشه، نفقه با آنها بپرداز، اندازه واسه. و اتبع سبیل من اناب الیه، و پیروی کن ای پیامبر و ای مسلمان راه کسی را که به سوی من رجوع کرد. اناب توبه و انابت کن. الیه ثم الیه مرجع کن،
بعدا سپس برگشت شما به سوی من است و انبئکم بما کنتم تعملون، پس شما را با آنچه که انجام می دهید و با آنچه که انجام می دادید با خبر می سازم. سوره لقمان آیات 12 تا 15. تلاش کنید ای آیات را حتما حفظ کنید تا به مشکل بر نخورید. آیات احکام است، همیشه به آیات نیاز دارید. بیاین طبق عادت که معلف شما دارد بعد از متن آیاتی که میاره تحلیل لفظی را میاره، توضیح واژگان، چند واژه مشکلی که در همین درس و در همین آیات بوده بیشتر توضیح میده. کلمه اول الحکمه، حکمت به معنای فرزانگی، حکیم بودن. الاصابت فی القول و العمل، این که انسان اقوال صائب داشته باشد و عمل درست داشته باشد. اصل حکمت چی است؟ وضع شیء فی موضعه، هر کاری را در جایش گذاشته. انسان حکیم، البته انسان به طور عموم زندگیش متشعب هست، با پدر و مادر ارتباط دارد، با همسر یا همسران ارتباط دارد، با فرزندان ارتباط دارد، دوست، قوم، رفیق، خیش، معسل، شریک تجاری، دشمن، خیلی با خیلی کسان سر و کار داره روز بره، با همسایه ها، با کسانی که به مسجد و یک دیگر می روند در نمازهای جماعت اشتراک می کنند. انسان حکیم حق هر کدام را در جایش می گذارد و ضد آن ظلم هست. ظلم چی است؟ وضع شیء فی غیر محلی، یک چیزی را در غیر جای آن گذاشتن، این ظلم است. در کار هر کسی فضولی کردن ظلم میشه. یکی یک کسی را لطکوب بکنیم ظلم است. حق کسی را بخوریم، حقش باید به دست خودش باشه. این که ما به دست خود میگیریم، این کار ظلم است. اگر استاد نمره محصل را از آنچه میگیرید کم یا زیاد کرد، این ظلم به حساب میاد. ناعدالتی، موارد زیاد ناهنجاری هایی که در جامعه میبینیم همه اینها ظلم است. الله متعال فرموده است و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اگر به کسی حکمت داده شد گویا خیر فراوانی به او داده شده. رازی هم میگوید، رازی فخرالدین رازی، امام فخر رازی، متوفای 606 هجری، اسمش محمد ابن عمر بود، تفسیر دارد به نام تفسیر کبیر یا تفسیر مفاتیح الغیب. در آن نوشته می کند حکمت عبارت از توفیق بین علم و عمل است. طرف علم به دست آورد، در صورت حکیم شمرده میشه که به علم خود عمل هم بکنه. در قرآن آمده که کونو مع الصادقین، به همراه راستان باشید، انسان راست باشد، صادق باشد. در قرآن آمده که ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک هم نشید. اگر این واقعا آیت را خواند و به مال یتیم نزدیک نشود، این انسان صادق است. آمده ولا یغتب بعضکم بعضا، به غیبت نزدیک هم نشید، غیبت نکنید، غیبت یک دیگر. اگر واقعا غیبت نکرد، این انسان حکیم است. آمده ولا تقربوا الزنا، زنا نکنید، اگر واقعا زنا نکرد، این انسان حکیم است. فکل من اوتی توفیق العلم بالعمل فقد اوتی حکمه، این شخص حکیم است. ابن منظور افریقی هم در لسان العرب میگوید احکم الامر، عرب میگوید احکم الامر، در حق کسی که انسان موفق در زندگی خود هست این جمله به کار میره، یعنی چی؟ اتقنه، کارها را با اتقان و با ثواب و با نظم و ضبط خاص به پیش برد. اگر یک کسی حکیم و فرزانه بود، عربی طور میگن قد احکمت و تجارب و تجربه ها ای را درست کرده و حکیم کرده است و ای را یک انسان با صلابت، یک انسان پخته کار کشته درست کرده است. حکیم المتقن للامور، کسی که کارها را خوب بپیش میده. وقد کان لقمان حکیما علی الرأی الراجح ولم یکن نبیا، بنابر رأی راجح لقمان حکیم بوده و پیامبر نبوده است.
ولقد آتینا لقمان الحکمه. سدی میگوید ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی فهم و عقل دادیم. فقه، اصابت در قول، غیر نبوت، نبوت نبود. مجاهد ابن جبر شاگرد ابن عباس هم میگوید که لقمان پیامبر نبود. برای تفصیل مراجعه کنید به تفسیر عبدالرزاق صنعانی و تفسیر یحیی بن سلام قیروانی، از قیروان هست، دو طرف های تیونس و الجزایر و اینها. در ذیل همین آیت کریم اما طبری میگوید که خضر پیامبر بود. اسم خضر ارمیا بود، ارمیا ابن حلفیا. والله میگوین که خضر پیامبر بود. باز هم دلیل قوی تری میخوان. طبری احتمالا دلائل را ذکر کرده باشد. ای بود حکمت. غنیون، غنی بی نیاز، مستقنن عن الخلق، ذاتی که به مخلوقات هیچ نیاز ندارد، به هیچ کس حاجتمند نیست. و العباد محتاجون الیه. یا ایها الناس و انتم الفقراء. ای مردم شما فقیر هستید، همه فقیر هستید به سوی که الالله، به سوی الله. والله هو الغنی الحمید. و الله هم او ذات غنی ستوده هست. حمید، حمید وزن فعیل به معنای مفعول. ای محمود، یحمده اهل السماء و اهل الارض. اهل آسمان و اهل زمین سپاس و حمد او را به جا می‌آورند. میلیون ها و میلیارد ها فرشته سپاس او را به جا می‌آورند و همچنین انسان. ابو سعود میگوید، ابو سعود ترکی هست، محمد ابن محمد غالبا اسمش است. اسم تفسیرش چی است؟ ارشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب الكریم. اسم تفسیر ابو سعود است. ابو سعود میگوید حمید، ای حقیق بالحمد و ان لم یحمده احد. ذاتی که سزاوار ستایش است، اگرچه هیچ کس در دنیا او را ستایش نکند. همه مردم دنیا بد باشند، زشت باشند، ابو جهل باشند، بوش باشند و ترامپ باشند، هیچ کس ستایش پروردگار را به جان نیاورد، باز هم رب العزت حمید است، ستوده است. و المعنا انه تعالی مستحق للحمد سواء شکره الناس ام لم یشکروه. یعظه، یعظه از وعظ گرفته شده است. العظه و الموعظه به معنی النصیحه و الارشاد بالاسلوب الحکیم، با اسلوب درست کسی را وعظ و نصیحت کرد. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. با حکمت، فرزانگی و موعظه نیکو مردم را به راه پروردگارت فراخوان. در حدیث ارباز ابن ساری آمده که رسول گرامی اسلام برای ما خطبه ایراد کردن به موعظت، به همینطور پند و نصیحتی که ظرفت منها العیون و وجلت منها القلوب، و دلها از سبب آن ترسید و چشمها هم اشکبار شد. وهنن، وهنن چی معنی؟ وهن اصلا به معنای ضعف، به معنای سستی. در قرآن داریم رب اینی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا بار اله، استخوان من سست شد و سر من سفید شد. کنایه از ضعف و از پیری و از باطلان. وهن در اینجا به معنای سستی. وهنن علا وهنن یعنی چی؟ یک سستی بر سستی دیگر. اصلا زن خودش خلقتش ضعیف است، بنیهش ضعیف است و وقتی که حامله هم باشه یک ضعف دیگری بر او اضافه. فصاله، فصال به معنای فتام، از شیر باز کردن، ترک الارضا. لفظی است که فقط در این استفاده میشه که اطفال از شیر جدا شد. اما فصل باز به معنای جدایی. مثلا شما میگین ما سمستر گذشته به فصل خامس بودیم، حالا آمدیم به فصل سادس، یعنی از خامس جدا شدیم به سادس ملحق شدیم. اگر بعضی از سنفی ها شما چانس خورده باشند و ناکام شده باشند،
اونها به همو خامس باقی میمونن. بعضی هم میگویند فصال و فصل یک معنا دارد و حمله و فصاله طرف بشر. المسیر، مسیر به معنای مرجع و معاب خیلی جا آمده و الیه المسیر و الی المسیر رجوع معاب. جوهری میگوید مسیر شاز است، قیاس ایر تقاضا میکنه که مسار باشه، مثل معاش، آش سار، یعیش و یسیرو، معاش مسار، اما مسیر آمد است. جهاداد، اگر جهاداد از جهد گرفته شده است، تلاش. مجاهد را هم مجاهد میگویند به خاطر اینکه برای اعلای کلمت الله تلاش میکنه، زحمت میکشه. اگر برای مبلغ و برای قوم و برای سمت و برای خاک و برای قدرت تلاش کرد، اینجا دیگه مجاهد فی سبیل الله نیست. جاهدا، اگر پدر و مادر تلاش کردن، زحمت کشیدن که تو را به شرک وادار کنند، در اینجا از پدر و مادر خود تبعیت نکن. چرا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در معصیت پروردگار از کدام مخلوق تبعیت نمی کن. ولی این که پادشاه باشد، حاکم باشد، هر کس که میخواد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد کردن قطعا و حتما آنها را به راه خود هدایت میکنه. جهاد مبالغه و استفراغ ما فی الوسع و الطاقه و لحاظ یسم المحارب و مجاهدن، کسی که جنگ میکند او را مجاهد میکنه در راه الله که جنگ کند، به خاطری که تمام و تلاش خود را بکند. و مجتهد هم کسی است که تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا برای مسائل جدید جدیدن اتفاق میفته، حکم شرعی آن را بازگو کند. بله، این کار حلال است یا حرام است؟ پیوند احزاب است، حلال است یا حرام است؟ یا اینکه همین معاملات جدید بنکی که ما انجام میدیم، معروف و ای صاحب ما مصاحبتن بالمعروف، معروف کارهای نیکو، و پدر و مادر خود نیکو کار باشد، کار که شناخته شده است، شریعت اسلامی آن را میپسندد، آن را به رسمیت میشناسد. اناب ای رجع الى ربه و تاب الیه، منیب کی است؟ کسی که به سوی پروردگار خود رجوع میکند. ببینید بعض مردم اسمای خود را یا لقبهای خود را منیب میگذارند. اصالک و طریق الاستقامتی، کسی که به راه استقامت گام زن هست و راه میره. ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب، در این چه بیان شد نشانه ای هست برای هر بنده ای رجوع کننده. طبری میگوید به فرموده الهی و تبع سبیل من اناب الیه، معنای چی است؟ که طریق راه کسی را انتخاب کن که از شرک توبه کرده باشد، به اسلام برگشته باشد و از محمد علیه السلام پیروی کرده باشد. سبب نزول جلسه بعدی میخوانیم. در این جلسه طاعت الوالدین یا بر الوالدین خوانده، صفحه 361 کتاب شد، آیات 12 تا 15 سوره مبارکه لقمان، همچنین تحلیل نفسی این آیات باز گفته شد. درس ما همینجا به پایان رسید و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.